سلام به تو، امیری توسلی هستم و خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. امروز قراره بریم چالش دروغا ببینیم و پارشیم از خنده. تو این چالش آدمای دروغ خیلی بزرگی میگن یک لحظه و همزمان که دارن اون دروغا به همسرشون یا دوستشون یا یه اعضای خانوادشون میگن، تو موبایلشون یا اینستاگرام دارن واکنش طرف رو ضبط میکنن بدون این که بدونه. ببینیم دروغشون لو میره یا نه. حتما تا آخر این کلیپ رو ببینین، خیلی خنده داره و دکمه لایک و سابسکرایب مثل همیشه یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه تو دایرکت خیلی ازم سوال میپرسید که شغل شوهر چیه. میخواستم تو این استوری بهتون بگم که شوهرم جراح مغز اعصاب، بعد تو بیمارستانم کار میکنه. نمیدونه چی بگه. بگه باحال میشه جراح قلبم باشم. قیافه رو نگاه بچه، یه اون پشت گفته بابا جدی تو جراح بودی؟ من نمیدونستم. اون عروسکی که میخوام برام بگی حال که خونه نیست، مثلا خیلی موقع که خونه نیست مشغول جراحیه تو بیمارستان عرفان. نکن بابا، جراح که نیستم. سلام، خوبی؟ ببین این براشایی که من گرفتم مال براشای صدف بیوتی بود که مال سیکما بودش. سفارش دادم، تقریبا شد 8,600,000. Hey, what happened? این کیفیتش خوبه. دیگه تا آخر عمرم من دیگه براش نمیگیرم. جمعش کن. خب خیلی خوبه کیفیت. سلام، خوبه؟ میگم یه تومانی تو بریز به حسابم. آرش نداره؟ خوشم میاد که این دوربین مخفی ها اسمشو بزنیم دوربین مخفی. اینا واقعی هن دیگه، اون دوربین مخفی که علکی قشنگ میتونی پسر اینجوری الان بگم الان بگم خوبه؟ نه خوب باشه، ولی اینا خیلی باحال هن چون که واقعی هن. یه تومانی کنم اگه بتونی بریزی خیلی خوب. سلامتی. آره دیروز اومدن دیگه قبول کردن، میخوام شوهر کنم. این جدی شد؟ قد شد اما موقع فکر کنم پسره بلند شد دیگه. ماما میخوای شوهر کنی؟ به بابا میگم. سلام فالوورای عزیزم، از من پرسیده بودیم که شوهرت کجا کلاس رقص رفته که این قشنگ میرقصه. همسر من تهران چیشه؟ میگه من نمیدونم چی بگم، او رقصم خب پروفشناله به حد بابا توسلی. ببین این مشکلی که تو داشتی خب منم دوست هم داشته. اون موقع که بهت میگفتم زیاد هم خیانت میکرد و اینا، بردمش پیش این روانشناسه و خیلی جواب داد. حالا آدرسشو بهت میدم، بری تا هم جواب بگیر. این چه حرفی بود زدی؟ من فوقش دو بار، فوقش سه بار، باشه اصلا 10 بار فقط رو تو خیانت کردم. چرا رفتی تو اینستاگرامت اینو گفتی؟ درستی لیمو گذاشت تو دهنش. شما اگه میتونین این کارو کنین یا کردین تو کامنت ها حتما بگین. من اصلا اینجوری میکنم همون موقع سیستمم قشنگ برق میزنه. سیستم مغزم نه سیستم کامپیوترم. آرش از همین وسایل تک سیگار بگیر، حتما میتونم. من مامانم خودش معتاد بود، ما برش از ما گرفتیم. افشا ایشو به یادی مامانی خودم افتادم وسط حرف بچه تو استوری گفت خفشو. قرار عصر اصلا مشکلی ندارم، شما هر موقع خواستیم بگیم من مرخصی میگیرم. آها این رئیسش بود تو بیمارستان، گفت یعنی چه مرخصی میگیری؟ مگه شهر هرته؟ بعد فردا بیای بلنشی بری سر کار. هر موقع خواستین بگین من مرخصی میگیرم، کاری هم به این آقا رئیس ندارم. سلام عزیزم، خوبی؟ نه اون روز مسعود از این کمربنده یه چیز بسته بودش، این کمربند شنیا بسته بود، بخاطر همین شکمش رفته بود تو. مسعود همینجوری شکمش بزرگه. چه نگاهی کرده شکمش؟ یه لحظه نگاه کن. مگه کنی جوی شکمش بزرگه؟ سرشورت با گفت به خدا این قدام بزرگ نیست به اون دوتا. چی داری میگی؟ افتاده چی داری؟ چی شد؟ یه نظر شدم خواهم بایس بدم.
رها اشکال نداره عزیزم، من خودم مثلا چند بار مچ رضا رو گرفتم. چی مچ رضا رو گرفتم؟ از هیچ نبودم فایسه. خب چرا این حرفو میزنی؟ اومدم مثلا دیدم با دختر رو اینا، اشکال نداره، ناراحت نکن خودتو عزیزم، پیش میاد توی رابطه همه اینا، اشکال نداره. نمیدونه چی بگه. ساکت موند. منو زشت میکنی که دوست تو آروم کنی؟ سلام امریکا، چطوری؟ خوبی؟ ببین من با بابام صحبت کردم که قبول کرد بیام ویلاتون شما، فقط چیزه بابا چه ویدیو نگاه میکنی؟ یه سه هفته ازن میخوام ویدیو بگیرم. بعد چیزه امریکا فقط آره من با ماشین شما میام، بیای دنبال. چه بابای خوبی. دو هفته بری. دو هفته. من گفت که برو فقط مراقب خودت با. بذار ویدیو تموم شه. دو هفته را نشونت میدم. این چی میگه؟ این چی؟ اجازه بدی. تو اجازه دادی. من سعی جفت بزنم. ببین حالا خودم یکم ورزش کنم، شما ورزش کنم، ولی خب بیشترش هم پودرا و اینا هاست دیگه. سلام عزیزم، ببخشی جواب وایس تو دیر دادم. آره عزیزم دکتر رفتیم، ولی دکتر بهمون گفتش که همسرم نمیتونه بچه دار بشه. آه شی چی؟ دروغ میگی؟ از کار و اینا پرسیدی؟ خدا شکر همه چیز خوب رو به راه دیگه. من که هیچی، سر همون کار قبلیمم پیامم که آره یه چند وقتی هست یه بخش مهمی از نمایندگی بنز رو گرفته دیگه، اونجا یه سمت خیلی مهم بهش دادن و خیلی خدا شکر کاروبار خیلی خوبه دیگه، یه درآمد خیلی خوب و مای ازم دارم وایس میذارم، مای 6-7000 تا درآمدشه. خبره محمد دارم وایس میگیرم، حواست باشه. سلام دوستای گلم، بابت کار محمد سوال کرده بودید که توی بیمارستان شهریار چی کار است. محمد تو بخش انباره، ولی در اصل یکی از سهامدارای بزرگ بیمارستانه. وسط وایسم صدا در نیاد. یکی از سهامدارای بزرگ بیمارستانه. خیلی خوبه. برای اینکه خودش منوز سهامدار بزرگ هستم. یس برای اینکه ریا نشه نمیخواد چهرش دیده بشه. نگی وایزم هر دو کاروشو میاد. سهامدار نیست یعنی انبارداری. سهامدار نیستی انبارداری. وای خدا بود این کلیپ. ببخشید من الان دیدم پیامتو. اون روز که استوری محمد رو گذاشته بودم پرسیدی که خوشبالش هم ماش پره، گفتم بهت بگم راستشو بخوای محمد قبل از ازدواجمون کچل بود، یعنی مو نداشت. بچه همین الان اگه میخواین من این چالش رو مامان بابام یا خواهرم یا برادرم برم 2000 تا لایک بگیریم، 2000 تا لایک میریم تو کارش به خدا. بچه های امیر آرمی ببینم چه کار میکنین، دمتون گرم. من یه چیز گرفتم، یه محلول گرفتم براش. به خدا من کتر نبودم، فکرم 7-8 میلیون شد محلوله. از وقت محلول رو میزنم موهاش خیلی پر شده با. چرا بویس نمیاد؟ واقعا خفنه. چرا تو پرت میگی؟ اسپانیه. چرا تو پرت میگی؟ چرا به مردو؟ کچل بودم. کچل بود. بهش برخو. بابا چی نگه، دارم استوری میگیرم. خام بفرستم واسه اصلا. اصل این پسره بود، من چند وقت پیش میگفتم ازش خوشم میاد و اینا. بعد چیز فکر کنم جاشو بعد دیشب بهم پیام داد، بعد گفتش که میشه با هم دیگه دوست بشیم و اینا، منم قبول کردم. سلام بچه، خیلی هم من پرسیده بودیم در مورد اعتیاد، خواستم بگم که تو خونه ما
پدرم یه زمانی استفاده میکرده ولی خودشم خندش کرد. خودش دختر خندش کرد. همونجا قد شد کتک خود زهره. بچه های کرمی بود که گفتم بهتون معرفیش میکنم. این کرم خیلی موثره برای درمان تاسی مخصوصا. ما قبل از اینکه ازدواج کنیم نیما تاسی خیلی شدید داشت قسمت جلوی موهاش، با این کرم خوب شد. گفتم بهش معرفیش کنم. وای پشمام تا زد انگار یه بار دیگه بزنیم اگه انگار اومد تو کامپیوتر. گفتم بهش یا حضرت عباس سلام، چطوری؟ خوبی فایزه جان؟ شبت بخیر باشه. ببین راجع به مربی ورزشم، یه دختره است متولد 73-74، کارش خیلی خوبه. ببین من 15 کیلو باهاش کم کردم. دوستای خوبم، از اونجایی که خیلی اتون تو دارید ازم خواسته بودیم که داروی اشتها آور و چاقی بهتون معرفی کنم، میخواستم بگم که از اونجایی که داداش من اصلا اشتها نداره و یه جوری سوء تغذیه داره براش یه قرص اشتها آور گرفتم. داره چرت و پرت میگی واسه خودت. خوبی؟ چطوری؟ چرا معتاد شده؟ یعنی عیب نداره بابا، چیز ناراحت کننده نیستش. ببریدش کم. ببین مامان من هم معتاد بود. خب مامان من هم معتاد بود، تازه ترک کرد. صداشو کم کن، جواب مونا رو بدم وایسته. سلام مونا جان، خوبی؟ چطوری؟ آره آره به علی گفتم، گفت فردا میام کابینتاتون رو میبینم. آره نه دیگه، گفت حالا شاید قسطی بتونم بگیرم ازش. باش خدافظ. مبارک باشه ویزات، خیلی خوشحال شدم. حالا که انشالله میری دخترت هم میبری، اونم ویزا شده. منم که نه، برام هلند اقدام نکردم، من ویزای کانادا رو گرفتم. وقتی ویزا درست شد با خانواده بیاین زا چای دعوت کنم مهمون من، قشنگ یه چای نون پنیری چیزی بزنیم. آره بابا عزیزم، بیامینم که قبل از اینا ازدواج کرده بود. نه بابا جدی نه، اونم اگه ازدواج کرده بعدم میاد به تو میگه. ولی بیامینم قبلا ازدواج چیه؟ اگه ازدواج نکرده بودی. شوهرم هم 35 کیلو کم کرد سری اول، بعد سری دوم هم دوباره 10 کیلو کم کرد، کلن 45 کیلو کم کرد توی یه ماه و نیم اینطورا. این اصلا براش مهم نیست؟ تو که میگه آره 45 کیلو براش اصلا مهم نیست. نه باش دارم وایس میدم. سلام عزیزم، خوبی؟ آره من اون پک لوازم آرایش صدف بیوتی رو سفارش دادم 7 میلیون، حالا قراره برام بیاره. اگه تو هم میخوای بگم دو تا بیاره. چی؟ پک لوازم آرایش صدف بیوتی. از خوابش بیدار شد. 7 میلیون؟ 7 میلیون سفارش دادم به صدف بیوتی برام بیاره. جور کن. جور کن، گفت جور کن خدای تو رو خدا قیافه بگن. خب بچه ها اینم از چالش دروغ، امیدوارم که کلی خنده باشین و حال کرده باشین با این کلیپ. مثل همیشه دکمه لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم، بی آلایف، هف سام چای و تا ویدیو بعدی. پیس.